ببینید، سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با اسرائیل همیشه عملیات در یک دایره محدود بوده، یعنی تلاش نکرده که این دایره رو گسترش بده. معمولا بیشتر از طریق وکلای خودش و اون شبه نظامیانی که به اون وابستن تلاش کرده که در برابر اسرائیل کارهایی رو انجام بده. منتها الان وضع خیلی متغیره و وضع بی سابقه است. یعنی اگر فرض کنید حزب الله که الان یک مقداری درگیری محدودی شکل داد با اسرائیل در منطقه مزارع شبعا در شمال اسرائیل، این حملات حزب الله گسترش پیدا کنه. مثلا ما میدونیم که بین حدود 1600 الی 2000 موشک الان در اختیار حزب الله هستش و این موشک ها همش ساخته ایرانه، و اگر فرض کنیم 300 تا 400 تا از این موشک ها به سوی اسرائیل پرتاب بشه، طبیعتاً اسرائیل دست بسته در برابر جمهوری اسلامی باقی نمیمونه و بنابراین این مسئله رو ممکنه ما این شاهد باشیم که به جمهوری اسلامی هم گسترش بده. الان جمهوری اسلامی در یک خونه شیشه‌ای زندگی میکنه و معمولا کسی که در یک خونه شیشه‌ای زندگی میکنه تلاش میکنه که به دیگران سنگ نزنه، ولی اگر سنگ زد طبیعتا این سنگ ها یک نتیجه معکوسی نسبت به خودش خواهد داشت و ضررهای بسیاری در این زمینه خواهد داشت.